اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. بیروت در سایه شعامت حزب الله آتش گرفته است. زیباترین پرنده دریایی با بالهای سوخته میمیرد و شیخ بی تبار سیاهکار پیروزی مضاعف خود را بر عشق و بر ترانه و فیروز جشن میگیرد. بیروت من کجاست؟ آقای صدر چرا نیست تا کودک مسیحی بر شانه های او اندوه و درد بی پدری را از یاد برده باشد؟ فیروز دیگر چرا نمی خواند آواز عاشقانه او را حزب سیاه شیطانی از لحظه ظهور ممنوع کرده است؟ آیا شبهای شعر فردان در دود و اشک و آتش برپاست؟ آیا هنوز نزار قبانی همیشه تاریخ شعر میخواند؟ آیا میشل ابو جوده در سرمقاله فردا حزب سیاه شیطان را محکوم میکند؟ بیروت من کجاست؟ آقای جنبلات، صاحب سلام، رفیق حریری همراه با فؤاد شهاب کجایند؟ لبنانی آن عاشق در سوگ عشق چرایند؟ لبنان من کجا؟ علیرضا نوریزاده، دوشنبه 27 ماه ژوئن، 6 تیر ماه، به شما سلام. قبل از هر چیز اول بذارید یک نکته رو براتون بگم، شاید برای بعضیاتون این نکته جالب باشه. بنده میرم سفر. خیر. سفر که میرم بعدش هر آدمی سفر میره، برنامه‌ش رو ممکنه یه روز اجرا نکنه، اما دستگاه امنیت خانه ولی فقیه باید داستان برای ما بسازه. مأموریت تلویزیون ایران فردا پایان می‌یابد. نوریزاده کجاست؟ گمان زنی درباره تغییر سیاست‌های رسانه‌ای دولت سعودی علیه ایران تقویت شده است. معلوم از الحدث و العربیه پیداست که سه برابر کردن حمله رو. خلاصه خبرهای رسیده گفته مشکلات جدی در ایران فرداست. بنابر اطلاعات رسیده به انصاف نیوز، کارمندان کم شمار این تلویزیون در ماه‌های اخیر با مشکل دریافت حقوق و مزایا مواجه بودند. در هر دستگاهی ممکنه یه ما مشکل پیش بیاد، حقوقا دیر بشه. ولی کارمندان ما کم شمار نیست، ما 39 نفریم. 39 نفر کم شمار نیست برای یه تلویزیون مستقلی که میخواد رو پای خودش بایست. برای علیرضا نوریزاده مانند سابق در دسترس نیست. مانند سابق من که همیشه که در دسترسم. تو 3 کرونا که ما اینجا نرفتیم، تمام سفرامو لغو کردم. من سالی 20 سفر میرم. تماس با او مشکل شده. برخی نیز احتمال ترخ کار که انگلستان توسط و او و همسرش را مطرح کرد. خدایا چقدر باید انسان
شرافت رو قورت داده باشه و این حرفا رو بزنه. من یه نکته رو براتون بگم که خیلی با شما درد دل می. هفته گذشته پنجشنبه من شب اومدم تو خیابون، داشتم میرفتم، یه موتورسیکلت دو تا آدم روش چنگ زدن و دو تا تلفن منو از دستم قاپیدن. دو تلفنی که همه چیم توش بود و همه چی به اون وصل بود. من از ساعت 11:30 شب تا 5 صبح پای تلفن بودم با شرکت‌های تلفن، با بانکم، با همه چیزایی که اطلاعاتم اون تو بود در تماس. خوشبختانه بلاک کردیم و این کار رو انجام دادیم. ولی وقتی شما مسافری دو تا تلفنت هم میبرن، چه وضعی برات پیش میاد؟ خدا شاهد این گری رحمت رفیق عزیزم و حسابدار، شاید اون زمانی که من بودم یک پنجم حالا کار باش نداشتم و الان واقعا دچار مشکل شده. از صبح تا شب، از صبح تا شب همینجوری مشغول این بر اون بر بانک و رفتن و راستی همینجوری این گرفتاری رو ما داریم. اون وقت این داستان رو برای ما درست میکنن، آدم متاسف میشه دیگه، متاسف میشه و براش خیلی خیلی دردناکه که حالا دستگاه ولایت فقیه ولش کن، ولی همین دوستان ما حرفایی که میزنن بعضی وقتا اذیت میکنه منو، واقعا اذیتم. باری بریم اول با درود به بازنشستگان، به معلمان، به همه آنهایی که فریادشون در زیر آسمان زیبای ایران برپاست سلام کنم و تصاویرشون رو ببینیم با چه ابهتی و عظمتی دارن فریاد میزن.
سازه بگیری کنید. علی سایه الان بازش سایه واسه ببینم. حسن شما کاری نمیتونید بکنید جز درود به این شجاعت، به این بزرگواری. واقعا بعضی‌ها رو شما نگاه کنید، بازنشستگان ما بعضی‌ها در سنین بالا هستن، با واکر اومده اونجا، با صندلی چرخدار اومده و فریاد میزن. این روحیه بزرگ ملت ما این رژیم جهل و جور و فساد رو از پا در خواهد آورد. اینو یادتون باشه. اجازه بدید اول یک کلیپی براتون راجع به تائب پخش کنم تا بعد چیزایی براتون بگم که تا حالا نخوندی رو ندیدید. برای که راجع به تائب انقدر حد زدن سوء قصد به جانش غیره حالا بیمارستان رفته بود چون ظاهراً دچار فشار قلبی شده بود و وقتی چهارشنبه هم تودیع کرده بود با کارکنانش و ولی مراسم براش نگرفتن. حالا مشاور فرمانده سپاه، این آدمی که نور چشم سید علی آقا و آقا مشتبه بود و اصلا شانه به شانه مشتبه میرفت، چه شد؟ سرنوشت امنیتیایی که به جای ناخون گردن میارن و مرتب داستان میسازن برای اینکه کار خودشونو عظیم جلوه بدن. توی این سریال تهران آدم قشنگ میتونه ببینه چه خوب اسرائیلیا به این روحیه ها آشنا شده. اول این کلیپ راجب آقای تائب رو ببینی، حرفایی که زده میشه، تا بعد من داستان رو براتون بگم. این آقای تائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با ما رئیس شده تمیشون تعادل نداره، همه میدونن آقای که شاید همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تا اون روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام بدن بدون قانون. دخلات معلوم باشه ایشون بچه هم نهی داره کار میکنه در این کشور، هر نهادی اسمش یک زندان داره، اینا خلاف قانونه. آقای احمدی نژاد 100% این مورد رو درست، فساد هم باید بهش اضافه بشه. حالا براتون داستان رو، اگه یادتون باشه در تیم اتمی یا آقایی بود به نام دوری اصفهان، یا دیپلمات درجه یک، زباندان درجه یک و چانه‌زن درجه یک. این تو تیم اتمی بود زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور بود و اینا رفتن با عباس عراقچی و با ظریف و غیره. و خیلی جالبه براتون بگم، زمانی که قرار شد اوباما پولایی برای ایران ریلیز کنه، 1,700,000,000 دلار قرار شد این پولا در سوئیس پرداخت بشه، همین آقای دوری اصفهانی رفت خیلی ساده نشست گفت به جان کری، آقا جان شما پول به ما میدید توی بانک، ما میایم بیرون توی فیلم هم دیدیم یه دفعه یه اتفاق میفته پول از ما میگیرن تیاره به تیاره. در نتیجه هواپیمای آمریکایی که نشست، پولای نقدی که توش بود، دلار، پوند، یورو، دینار کویتی، درهم اماراتی، همه توش بود. 1,705,000,000 دلار 5,000,000 دلارش در تهران گم شد، خورده شد، دزدیده شد. ولی این آقای دوری اصفهانی آنقدر آدم درستی بود، حالا شاید هم ایده‌ای داشت می‌خواست وزیر خارجه بشه، موقعی که پول تحویل داده شد با اون مأمور وزارت خزانه داری آمریکا
مهرموم کردن و مبلغ شمرده شده توش رو اومد. آقای طائب از ایشون خوشش نمیومد، از سیروس ناصری خوشش نمیومد، دنبال این بود که هر دوشون رو بگیره. سیروس خوشیارتر بود، خبرم بهش رسوندن، از ایران خارج شد، الانم راحت داره کارشو میکنه، زندگیشو میکنه، توی لندن، تو سوئیس، تو فرانسه هست. اونم یه دیپلماتی بود تو این اینایی که به اسم دیپلمات گروه کچلایی که رژیم ردیف کرده زمان رئیسی هم بیشتر شدن، اون یه دیپلمات حسابی بود به معنای واقعی، زباندان بود، دیپلماسی رو بلد بود. گاهی میرفت پیش زندیات اردشیر زاهدی میاموخت ازش، با دیپلومات های دیگه هم در تماس بود، ظریف هم خیلی دوستش داشت. این سیروس ناصری نتونست بگیرد، اومد برای دوری اسمانی پرونده ساخت، گفت این جاسوس، بدترین شکنجه ها رو بر سر این مرد آورد که ازش اعتراف بگیره او زیر بار نره. در این میان از جایی به آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه بود رسوندن طائب داره بازی میکنه، طائب داره خودشو گنده میکنه که بگم من چه کشفی کردم. حکمی که برای دوری اصفهانی صادر شده بود رئیسی لغوش کرد. اگه یادتون باشه محمود علوی هم دائم میگفت که او بیگناه، هیچ کار جاسوسی نکرده. وزیر امنیت خانه ولی فقیه، ببین چه حکومتی درست کرد. و این طائب آدم رو به یاد داستانه زمان قاجاریه میفته، امیر کبیر به کشتن میره به خاطر آقا خان نوری، نوکر سفارت انگلیس، معشوق مهدولیا، ایشون میخواد بیاد نخست وزیر بشه، پس باید امیر کبیر زیرا بهش زده بشه، داستان می سازه. باری آقای دوری اصفهانی سرانجام اومد بیرون، آقای خامنه‌ای زیر بار نمی ره، ولی بالاخره ثابت شد براش علوی و روحانی و ظریف و اینا را، آقا این آدم خدمت کرد، اگر این نبود ما 1,700,000,000 نمی گرفتیم. این تا آخرین لحظه نشید چونه زد وزیر خزانه داری آمریکا که اومد تو وین، این رفت باش نشه صرف زد. اینجا یه پرونده سیاه برای دوری، برای طائب ساختش. مورد دوم، شما اسم آقای دیوان دره‌ای رو شنیدی، به هر حال یکی از این همدستای بابک زنجانی بود و صحبت از صدها میلیارد و غیره. معاون آقای طائب 150 میلیارد تومان از او پول گرفت که حکم آزادی شد. 150 میلیارد. تو خبری که گزارش که من داشتم یه اشاره شده بود یه جا که یک مقدارم ارز، آقا معاون فلنگ و بست و در رفت. آقای طائب اومد توجیه بکنه، حالا میخواد آقای این دیوان دره‌ای رو باید آزاد کرد، باید منع پیگرد صادر کرد، مثل دوری اصفهانی هم نیست که بیگناه باشه، آقای آلودگی زیاد کرده، سر بانک ها کلا زیاد گذاشته. این پرونده میره پیش آقای خامنه، این دوتا دیگه، این ماجرای سوء قصد موقع قصد اینا بی ربط. شما نگاه میکنی میبینی که آقای سردار کاظمی میاد میشه جای طائب میاد. خیلی جالبه براتون بگم راجع به این سردار کاظمی که حالا مفصلش خواهم نوشت. میبینی ایشون وقتی در حفاظت اطلاعات سپاه رفت که یکی از مأموریتاش کشتن دشمنان اسلام و انقلاب هست، یه سری اسمو
گذاشته بودن که نابودشون. مجتبی واحدی جورش مشهور رئیس دفتر سابق آقای کروبی، علیرضا نوری‌زاده مدیر تلویزیون ایران فرد. جالبه نوشته بود که، حالا براتون میگم، نوشته بود که آقای امیرعباس فخرآور، اسم اورم نوشته بود توی خبری که در یکی از سایت های، حالا من پیدا میکنم براتون میگم، در یکی از سایت های بسیار مهمه اینا به چاپ رسیده بود که اصولا اینجوری میخواستن بگن که مأموریتی که ایشون داشته این مأموریت برای چی بوده، و این به نظر من بسیار قابل تأمل بود. الان براتون میارم و این به اعتقاد من بسیار مهم بود که، بله اجازه بدید من پیدا میکنم براتون، معذرت میخوام. به هر روی حالا اینا پیدا میشه براتون، قشنگ جزئیاتشو میخونم که اینا واقعا چه نقش و برنامه‌ای داشتن. به هر حال آقای سردار کاظمی حالا به مشروطش رسید و رفت سر جاش نشست و به هر حال جای اون رو گرفت. بعد خب جانشین برای اونم آوردن، آقای عظیم ور، آقای ابراهیم جباری که فرمانده سپاه ولایت، سپاه خامنه ای و مسئول حفاظت او، و جاش بدن کی رو بیارن؟ سردار سرتیب دوم حسن مشروعی فر. کجا حسن مشروعی فر؟ پاسدار خود آقا بود، تا در توالت دنبالش میرن، ولی بیان فرمانده سپاه 12,000 نفره ولی امر بکنن. این مسئله به نظر من بسیار مهمه و این نشان دهنده اینه که در داخل رژیم قوقای برپاست. در داخل رژیم واقعا میتونم بگم براتون انقلابی برپاست که این آدما همینطوری روز و شب الان دارن عوض میکنن، گر رو گر الان دارن. بعد میارن چیز می، خیلی جالب اینه که آقای خادمی رو میارن میکنن فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه، و این آقای خادمی رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده و الان شغل به این با اهمیتی رو بهش دادن که سالها آقای کاظمی عهده‌دار این مسئولیت و منصب. اینا به نظر من واقعا قابل تأمله، یعنی هرچی ما جلوتر میریم متوجه میشیم که این رژیمی که ادعا میکنه خیلی قدرتمند و گردن کلفته، این رژیمی که میگه من دیگه پشرم رو آسمون میزنم، اسرائیلی ها میان به همین راحتی آدماشو میکشن به همین راحتی، و بعد هم خیلی راحت اقرار میکنن و اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینا فقط زورشون به ضعیف میرسه. من بله آقای کاظمی رو بذارید براتون خبر رو بخونم که ببین. کاظمی همچنین تحریزی عملیات ربایشه. آرش شعاع شرق خبرنگار آزاد در ترکیه، دکتر ناصر کرمی فعال محیط زیست در نروژ، ترور امیرعباس فخرآور به دلیل برخی ارتباطات در کنگره آمریکا، تخلیه اطلاعاتی و ترور سید مجتبی واحدی مشاور پیشین مهدی کروبی در آمریکا، ترور یا ربایش سید محمد حسینی مجری سابق تلویزیون حکومتی ایران در آمریکا، تخلیه اطلاعاتی و ترور علیرضا نوری‌زاده مدیر تلویزیون ایران فردا، ترور تعدادی از پرسنل نظامی خارج شده از ایران که بیشتر در ترکیه، امارات، ارمنستان، آذربایجان استقرار دارد، تخلیه اطلاعاتی و ترور محسن سازگارا فعال رسانه‌ای مقیم امریکا، ترور یا ربایش سرگرد خلبان احمد رضا خسروی در خارج از ایران،
در دستور کار معاونت عملیات سازمان اتحاد سپاه الان و سردار احمد حق طلب بوده. مبارک. خب حالا ما یکی از کسایی که میخواست ما رو بکشه و نکشته درجه گرفته، خب خدا انشاءالله درجاتش را بالاتر ببرد و در هشت محشور شبل ابن زیاد جوشن بکنه. به هر حال لیاقت اونو داره دیگه، در حد شبل ابن زیاد جوشن. بله خیلی جالب بود برای من وقتی مطلب رو دیدم. این رو الان براتون عرض میکنم که کجا این رو منتشر کردم. الان براتون میگم. بله الان لینک رو من یه دور دیگه کپی کنم و پیست کنم و خدمتتون بگم که گفت با شاهد، با شواهد بیانه این حرف رو خدمتتون زده باشه. در حال این تغییراتی که داره در ایران به سرعت و گاه روزانه و گاه در روز دوتا، این نشان دهنده اینه که رژیم به صورت بسیار سریع خدمتتون بگم در هم پیچیده و به هیچ وجه رژیم در شرایط طبیعی و عادی نیست. این اتفاق مبارکی هم که در خیابانها داره میفته طبیعی بیشتر رژیم رو بله اینجا آوردمش، اینجا هست بله http://textnap.ir. این جایگاه این خبری است که من مفصل گزارشش رو توی نوشتم خواهم گذاشت که همه دوستان عزیز من مهربانانم ببینن و بدونن چه بساطی در اینجا برپاست. بسیار. سید ابراهیم رئیسی را بودی مقاله منو خوندی. بی لیاقت ترین و بی سواد ترین رئیس جمهوری که این رژیم بود. بابا به خدا صد رحمت به احمدی نژاد. ایشون در برابر احمدی نژاد چی بگم؟ نمیخوام توهین بکنم. به هر حال بسیار آدم بی سواد. آقا رو تشریف میارن شب جمعه برنامه زنده برای بینندگان عزیز، ملت همیشه در صحنه، اعتصابیون در خیابان، متظاهرین و تظاهرکنندگان پخش کنند. اما پشت شیشه خورشید تلالا دارد و مثل روز روشن می درخشد. آقا جان بگو من ضبط می کنم، بگو من شعور برنامه زنده ندارم، 75 دفعه باید برای خانومم بخونم بعد بیام از رو کاغذ بخونم. برنامه رو ضبط کردم، پرامترم برام گذاشتن، از روش میخونم. رئیس جمهور آمریکا هم از رو پرامتر میخونه. البته اون رئیس جمهور آمریکا باید بگیم از این رئیسی هم خلاصه یه جور. حالا بریم ببینیم آقای رئیسی در برنامه جمعه شب تلویزیون چه میگه. صحبت های آقای رئیسی الان هم روزه و اینا همه چیزشون با دروغه، نشته زنده بعد پنجره باشون روز الان شب ساعت ده و نیم همه چیز اینا با دروغ فرد. ساعت 21:47 شب برنامه به صورت زنده داره پخش میشه. شما دقت کنید به اون پنجره پشت آقای رئیسی، روز نیست به نظرتون اونجا الان؟ اقدام شده و برخیش هم در دست اقدامه که شرایط رو انشالله متفاوت خواهد کرد. اون بخشی که دولت انجام داده ما سعی کردیم خودمون کارهای تورمی نکنیم. مثلا شما ما استقراض از بانک مرکزی در دست اقدام داشته باشید، برید خودتون اقدام کنید. یه خود شعور و سواد یا آقا آبرو ریزی داری تو میکنه، آدم خجالت میکشه. نخست وزیر عراق میاد بعد برمیگرده دفعه پیش میگه آقا من رفتم با یه مردی که از روزخونه توی کربلا بی سوادتر بود، با صدر احمد به اون روزخونه صدا خوبی داره، این آدم اصلا حرف زدنش هم خجالت آوره. این آقای مصطفی کاظمی رفته گفته
هر کی میاد این مردک رو میبینه از خود خجالت ایداد بیداد. رئیس جمهور تاجیکستان میاد ایران محکم با قدرتمند قد بلند سر بلند، این آدم مثل کوچولو تو با یه مش میشه انداختش، میره جلوی پوتین داره هم در خدمتیم. مردک نباید دو رئیس جمهوری کنار هم نشستن بگی من در خدمتم، برای همین بی سواده. چون ما در خدمتیم تو خودمون به هم میگه آه در خدمتیم. ولی رئیس جمهوری که نباید اون کارو بکنه. من یه بار تو برنامه‌ام به شدت اعتراض کردم که امیر قطر اومده بود ایران پا برهنه با اون دمپایی پاش انداخته بود رو پاش پدر این امیر اون گنده. همین دستگاه دیپلماسی آقای احمدی نژاد فکر میکنم صالحی بود، معترضانه به قطر نامه داده بودن مسئولان شما دیگه میان ایران کفش بپوشن، ما رسمون نیست پای برهنمون رو بزیم روی پامون با دستمون با پامون بازی کن. امیر قطر پسرش که اومد کفش پاش کن. به هر روی بریم بیروت، بریم اون بیروت مجروح و دلهای مجروح ما برای محمد جان سفریان که در آغاز برنامه چمتا این واژگان از او جاری شد. چرا باید این زیبایی بمیره؟ چرا باید چروک بهش بیفته؟ چرا باید انتخابات برگزار کنه حزب شیطان نگذاره؟ حزب شیطان وزارت حمل و نقل رو میخواد بتونه قاچاق مواد مخدر رو با سپاه محترم پاسداران انجام بده. دیشب اتفاقا توی برنامه بودیم در تلویزیون ایران اینترنشنال راجع به موضوع من صحبت کردم. ما با چه رژیمی روبرو هستیم؟ با چه رژیم؟ رژیمی که تمام اعمال سیئه رو داره انجام میده، قاچاق میکنه، آدم میکشه، آدم میرو باید. محمد خاتمی کجاست؟ این انسان بی گناه تو عراق دزدیدن بردن. ای کاش آقای کاظمی راجع به محمد خاتمی هم صحبت میکرد. گذرنامه انگلیسی داره، گذرنامه عراقی داره، راحت دزدن بردنش توی. خدا میدونه تو کدوم زندان زیر شکنجه و رنجه. شهر بر شما بود. اون وقت حمید نوریشون از توی سوئد حرف میفرسته بیرون. من اینجا از همه چیز محرومم. شما با زندانیا چه میکنید؟ با زندانیا الان بختیاری عزیز ما کجاست؟ چه بلایی سرش آوردید؟ پسرشو کشتید؟ بعدم شارودی کجاست؟ بقیه کجاست؟ سپهری کجاست؟ خانم سپهری رو هم نگرانشید. لعنت بر شما، لعنت بر شما. نگاه کنید حمید نوری رو، اسباب مسخره نیست. نگاه شد بعد از آخرین جلسه دادگاه که دادگاهی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد، من هنوز در فضول انفرادی هستم. برای مدتی بود که خانواده من هر دو هفته یک بار می اومدن با من صحبت تلفنی می کردن، اونم قطع کردن. من نتونستم با زنم صحبت کنم، با مادرم، با خواهرم، با برادرهام، با خانوادم، با نوه‌هام، با پسرم، با دخترم. 53 روز از دادگاه من گذشته، تلفون منم قطع کردن، ملاقات های منم قطع کردن. هنوز که هنوز من در سلول انفرادی هستم. بابا محدودیت های من تموم شده. من دیگه آقای حمید خان جنایتکار، وقتی زندانی ها رو مینداختی اونجا که سال به سال خبر از خانواده نداشتن، هیچ کس نمیدونست چه بر سرشون اومده، حالا داده در اومده تو زندان مدرن با تلویزیون با بهترین غذا دارن ازت پذیرایی میکنن،
تو جنایتکاری که باید دادگاه نورنبرگی بود تو رو محاکمه محکوم میکرد. وقت ایراد داری میگیری؟ واقعا اینا پرروهن، جمهوری بچه پرروهایی که ریشاشون هم داره سفید میشه، جمهوری بچه پرروها. زندیات پزشکزاد نوشته بود بین‌الملل بچه پرروها، یالا اینم جمهوری بچه پرروها. بعضی از این دوستان چپ ما با این اظهار نظرهایی که راجب شاهزاده رضا پهلوی کردن واقعا اصلا من حیرت. یکیشون اتفاقا دیدم که سر و صدایی هم برپا شد، یه آقایی کوروشخانی در آمریکا، درست همون حرفایی که رژیم داره تبلیغ میکنه، اسرائیل داره میاد ایران تیکه پاره، آمریکا اونور، این برای میدن عربا، این برای میدن ترکا، اون برای میدن کردا، اون برای میدن افغانا، اون برای میدن پاکستانیا. ملت ایران مگه مرده آقا زاده؟ ترس تو دل مردم ران انداز. این مردم انقدر آزادن مبارزه میکنن و رژیم جهل و جور و فساد رو به جایگاه واقعیش مزبله تاریخ پلوی شاه سلطان حسین میفرستن، اینقدر در دل مردم ترس بی خود راه اندازی. خیلی قشنگ دو شوکه نوشته بود، خیلی قشنگ نوشته بود، برید بخونید تو گویا نیوز هست، خیلی خوب خدمتش رسیده بود. آقا چرا مردم رو میترسونید؟ رژیم داره 10 سال 15 سال اینو تبلیغ میکنه از جنبش سبز که من اگر برم ایران سوریه و عراق و لبنان و امنا میشه، اگر تو بروی ایران آباد و آزاد میشه، اگه سایه شوم ولایت جهل و جور و فساد از کشور ما کم بشه ایران بهشت جهان خواهد، لبنان دوباره پاریس میشه، عراق دوباره آزاد میشه، یمن آباد میشه، سایه شوم این رژیم اگر بره منطقه آباد میشه، منطقه آزاد میشه. سفیرشون تو برزیل، حالا طولانی هم هست میخوام گوش بدم، اومده بود راجب آقای چاوز حرف میزد، میگفت بله آقای چاوز عاشق ولایت بود. آقا خجالت بکش، یه آقای کمونیستی که بعدن یه خود تعدیل کرد و بعدم سوراخ دعا رو خوب پیدا کرده بود، چقدر پول گرفت، اون وقت این آقای سفیر میاد میشه این چرندیاتو میگه. بله چاوز دلبسته آقا بود، گفت آقا به من گفت اگه میخوای با پیروز بشی مقاوم باش. این صحبت آقا در گوشم زنگ میزنه. لابو چاوز هم معتقد بود آقا به دنیا اومد، گفت یا علی لحظه ولادت. آقای حسن رعیت رو حکم دادن. یه نگاهی به این حسن آقا بکنیم و بگیم کیایشون رو حمایت میکرد. معروف به رعیت است اما زندگیش شاهانه. این تصاویر باغ ویلاهایی است که خشتهایش را با رانت بنا کرد. پرونده‌اش پر است از وام‌های بدون بازگشت. طی 2 دهه 300 میلیون دلار از بانک‌ها برای راه‌اندازی کارخانه فولاد ازنا، اردستان و لوح فشرده پارس وام می‌گیرد، اما بعد از 20 سال نه کارخانه‌ای تأسیس و نه چرخی برای صنعت کشور می‌چرخد. به بهانه ورود فولاد 64 میلیون یورو از بانک صادرات گرگان وام دریافت می کند. اما اکثر مواد اولیه به ایران نمی آید. 3 سال پیش زمانی که بازار تشنه ارز بود تعهد می دهد با 40 میلیون دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی وارد کند. اما برخی کالاها هنوز به ایران نیامده. سال 87 که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی شد، برای استفاده از رانت شیوه های خود را تغییر داد. استفاده از سربرگ ها و مهرهای جعلی. این صدای خودش است که میگوید دارایی را به نام دیگران میزند. هیچ وقت مدیر عامل هیچ جا نبودم تو زندگی. الان تو ایران هیچ بدم هیچ ملکی به اسمم نیست. این روشم و این راضیم. بگو یه مدل بارفادری هست. برای تأسیس شرکت‌های سوری از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی خود استفاده می‌کند. یکی از همین مامورای بانک بود، آوردن یه سری برگه‌های آچار
گذاشتن این بندگان خدا، گفتن آقا تونتون امضا کنین که نفر بعدم بیاد. این زن یکی از کسانی است که نمیدانست به نامش شرکت تأسیس شده و بدهی میلیاردی بر دوشش گذاشته شده. خبر داری از این شرکت تشکیل دادن به اسم شما؟ یا این خانواده اسم شما شرکت تشکیل دادن به اسم شما بستن بان گرفتن سال 45 میلیارد تومان. اول بدهکار بانکی که بدهی خب ایشون در واقع باید گفت که از اینا یکی دوتا که نیستن. من به یه مورد خودم اشاره کردم، حالا ایشون آقای حسن آقای رعیت میرن زندان، بعدم فردا میان بیرون، آقای محسنی اجری مثل بابک زنجانی یه قلمبه از ایشونم میگیره. داستان ها ببینید، من راجع به فساد هرچی بخوام بگم کم گفتم، خیلی هم مطلب دارم که بهش نرسیدم راجع به صحبت کنم. همون بحث لبنان که ولایت فقیه چه به سرش رو برد، اما یه چیز رو حتما میخوام شما ببینید. روزی که جنایتکاران سازمان هوافضای سپاه با موشک، دو تا موشک، هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کردن، ده ها انسان بیگناه، کودک، زن، مرد به قتل رسیدن، دانشجوهایی که اومده بودن وطنشون، خانوادهشون رو بده، عروس جوانی که تازه ازدواج کرده بود اومده بود تو ایران جشن بگیره. نگاه کنیم به این فیلم وحشتناک که تا به حال منتشر نشده. آماده میشه باراتریات آماده کن، باراتریات آماده است. فاصله بگو نتیجه پیرورشن موشک بده، نتیجه پیرورشن موشک بده، نتیجه شو فاصله الان 96 کیلومتر، 96 تا 75 درجهش 96 کیلومتر، ارتفاع 14 کیلومتر داره، ارتفاعش میبره بالا میگه بزن آتش فارم دنیا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا آتش. الله اکبر موزه مصطفی، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. گردش داشت ما تو آب افتاده پایین، گردش داشت دیگه تمامه. صاحب وضعیت چک حاجی زاده جنایتکار با عواملش الله اکبر میگوید. فتح خیبر کردین، 160 نفر رو کشتین، والا 5 تا پایین یا بالا فتح خیبر کردین، دختره که کوچک پل لبخند رو در آغوش مادر و پدرش کشتین، مادر بزرگ کمر شکست و پدر بزرگ شانه، خجالت بکشید. جنایتکاران موقع حساب پس دادن دور نیست. من سریع براتون بگم، لاوروف اومد ایران دیگه کارشکنی گفت نمی کنه توی مذاکرات، رژیم هم در اوج فلاکت و بدبختی و افلاس. وقتی که جوزف بورل اومد رفتن باهاش صحبت کردن، آقای شمخانی باهاش شوخی هم کرد، بیا با هم دیگه بریم نوک کوه از این بازی ها. و با گفتگوهای مفصلی با امیر عبداللهیان داشت 3 ساعت و نیم. به هر حال امیر عبداللهیان گفت آقا غلط کردیم، ما حاضریم، بیا بریم مذاکره کنیم. اسرائیل جدی را افتاده، داره جمع میکنه کشورهای منطقه رو، و اینم به هر رفی نیست که ایران رو تیکه تیکه کنند. یا نه، هدف رأس افعیه. به هر روی نشستند گفتگو کردند،
برنامه برای این شد که مذاکرات رو ادامه بدن. کجا؟ آقای بورل راهش رو پیدا کرد. ما اروپایی ها که نوکرتونیم، ما که حرفی نداریم. فرانسه، آلمان و بریتانیا که مشکل ندارن. با روسیه هم که میگن حل کردیم، با چین هم که حل کردیم. پس چرا راه دور بریم؟ اتاق شب 1400 تا بدین امیر قطر که وزر و بخششش خوبه، هتل 7 ستاره هم بهتون میده، برین دوحه یا مسقط. مسقط هم هتلای خوبی داره، خب برین اونجا مذاکره کنیم. آقای امیر عبدالله هم گفتم بله با مقام معظم صحبت کنیم ببینیم کدومش بریم، ولی ما خودمون راضی به رفتن به دوحه هستیم، چون قطری‌ها خیلی به ما لطف کردن. امیرشون پابرنه اومد پاشو انداخت رو پا جلو رئیس جمهور ما، با انگشت گندهش بازی میکرد با دست. خیلی خوب، ما باید حتما این بزرگوار رو مورد عنایت قرار. یک نکته دیگه هم که به نظر من خیلی منو اذیت کرد که گفتم حتما بهش اشاره کنم، بازداشت احمد رونقی بود. با هم نگاه کن. بردن، دزدیدن، این میشه دزدی. دولت جمهوری اسلامی با آدم کشی و آدم دزدیدن و شکنجه و نمیتواند موفق باشد. از کلیه حقوق و بشر سازمان ملل خواستارم قلیم توجه کنند، گفتره سازمان ملل را ببندن که به مردم توجه نمی کنن. می کنن، می برن، هیچ کسی در دنیا به کسی مسئول است. پسر من کار کرده، پسر من کار کرده، پسر من یه وطن پرسته و حقوق بشر دفاع میکنه، من از پسرم حمایت خواهم کرد. حسین جان در زندانه و باید تلاش کرد بیاد بیرون، حالا پدرش رو هم گرفتن. چقدر این بچه رو کتکی زد، حالا پدرش هم مورد ضرب و شتم قرار. به هر حال امپراتوری ظلم و جور و فساد فرو خواهد ریخت. من به شما قول میدم اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی خمینی خامنه‌ای فرو خواهد ریخت. مردمی که اعتقاد دارن، ایمان دارن، ایمانشون رو حفظ میکنن و این جرثومه های فساد خواهد رفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود.